حاکم جدید شهر و نماینده خلیفه یزید ابن معاویه فرمان داده است امیر عبیدالله زیاد به شما اهل کوفه فرمان داده است به گوش بگیرید و فراموش مکنید. حاضران غایبان را آگاه کنند. امیر فرمان داده است تا در مسجد بزرگ شهر گرد همایی. امیر خود برای مردم سخن خواهد گفت. به گوش بگیرید و فراموش مکنید. فردا هنگام ظهر در مسجد بزرگ شهر گرد همایی. نماینده خلیفه یزید ابن معاویه حاکم جدید کوفه شما را فرمان داده است او را اجابت کنید. حاضران به غایبان برسانند. به گوش بگیرید و فراموش مکنید. فرمان او فرمان خلیفه است. آنی ابن عروه بزرگ قبیله مراد است و مردان بسیاری را در خدمت دارد. وی از یاران نزدیک امام علی ابن ابی طالب بود و در جنگ های جمل، صفین و نهروان شرکت داشت. این روزها در خانه هانی میهمانی حضور دارد به نام شریک ابن عبدالله. ما داستان را از خانه این پیر آغاز می کنیم تا آنچه که در آینه تاریخ نقش بسته به چشم بصیرت از نظر بگذرانیم. چگونه احوال است؟ استخوان‌های پهلویش آسیب دیده و درد بسیار دارد. بدنش نیز در گرمای تب می‌سوزد. هرچند دست و پایش را نشانه ای از آسیب و نقص نرسیده است، لیکن سال خورده است و قوتی در بدن ندارد.
ضعف و سستی را سخت بتوان از وجودش دارد. تا چه زمان میباید در بستر بگذراند؟ فعلا باید به انتظار بود، حرفی نمیتوان زد. یعنی؟ آری، شاید. ببینم، از ارتفاعی به زمین افتاده؟ آری طبیب، از اسب، هنگام تاخت. نباید مدت زیادی گذشته باشد. چند روزی بیش نیست. داروی برایش به همراه آوردم تا اندکی از دردش را بکاهد. باز هم به دیدارش خواهم آمد. ممنونم که آمدی طبیب. به سومش برسانید. بله مولای من. خدا نگهدار. در انتظارم طبیب، هرچه زودتر بهتر. چه می گفت؟ از برخواستن و ترک بستر سخن می گفت. ای پسر اوربه، اینها که تو می گویی برای من خواب و خیالی بیش نیست. افسوس که جان خسته مرا جز دیدار ملک الموت مرهم نیست. چرا با خود چنین کردی؟ گریزی نبود، هیچ راهی نداشتم. عبیدالله و یارانش منزل به منزل بی وقفه می تاختند تا هرچه زودتر به کوفه درآیند. فرمان یزید پسر معاویه بسیار تند بود. عبیدالله سعی داشت تا هرچه ممکن باشد وقت را زنده کند و چیزی را از کف ندهد. مبادا حسین ابن علی لحظه‌ای پیش از او به شهر درآید و مردم را بر خلافت یزید بشوراند. تو بگو هانی، چه می توانستم کرد؟ مگر همه آنهایی که با عبیدالله همراه بودند و از بصره تا اینجا در رکابش اسب تاختند، سرنوشتی جز یاری این فاجر نصیبشان گشت؟ اما من چگونه می توانستم به یاری او میان بندم؟ من کجا و یاری و همراهی با پسر زیاد کجا؟ آنگاه جواب رسول خدا و امیر المؤمنین علی را چگونه می توانستم داد؟ نه هانی، من که با خود بد نکردم. هزار بار افتادن از اسب از تحمل یک لحظه عذاب خداوند آسان تر است. هانی، تو اگر به جای من بودی، میان فرو افتادن از اسب و یاری و همراهی دادن به عبیدالله کدام را برمی‌گزیدی؟ میدانم شریک، میدانم. از یار بیباک علی ابن ابی طالب
جز این هم انتظار نمی رود. تو آن چه بر عهده داشتی ادا کردی شریک، اینک جانت را به راحتی و آرامش آشنا کن که سخت بدان نیازمندی. در خانه تو هانی هیچ چیز جز راحتی و آرامش سراغ مرا نمی گیرد. از جانب من اندوهی به دل راه مده، برخیز و خود را آماده استقبال از پسر امیر المؤمنین کن که کوفه یک بار دیگر بوی علی را از او به مشام شنیده و به آرزوی تجدید عهد محتاج همت جوان مردانی چون تو و افراد قبیله مراد است. ما سال هاست که در انتظار یک اشاره دست بر قبضه شمشیرها داشته ایم. کوفه شهر علی است، شهر فرزندان علی است و تمام افتخار ما یاری این خاندان. خدا را شکر، خدا را شکر که باز هم سعادت بیعت با فرزند علی را نصیب خود میبینم. آری هانی، سعادت بزرگی است. به حال تو قبطه میخورم هانی. ای کاش تنها یک بار دیگر می توانستم بر اسب سوار شوم و شمشیر به دست بگیرم. آن وقت تو نیز با ما خواهی بود. آسوده باش و دل مشغول مدار. من به یقین می دانم شریک، تو نیز با ما خواهی بود، همانطور که تاکنون بوده ای. این روزها کوفه در انتظار ورود امام حسین ابن علی است. نماینده و سفیر آن حضرت یعنی مسلم ابن عقیل اینک در شهر به سر می برد و از مردم برای یاری حق بیعت گرفته است. اما چند روز پیش هنگامی که حاکم جدید کوفه وارد شهر شد، اوضاع اندکی تغییر کرد و باید به انتظار نشست و آنچه را پیش می آید پی گرفت. روزگار به شادمانی. ماموران ما هنوز اثری از مسلم ابن عقیل به دست نیاوردند. کوفه پر از ماموران ماست، اما مردم سر همراهی ما را ندارند. همه از مسلم اظهار بی اطلاعی می کنند. می گویند همزمان با ورود امیر به کوفه او پنهان گشته و دیگر هیچ کس وی را ندیده است. پیرامون مسلم ابن عقیل، من خود با مردم سخن خواهم گفت و آنان را به راه و روش خیش هشدار خواهم داد. مردم کوفه هنوز پسر زیاد را نشناختند. هنوز طعم خشونت مرا در قبار یاغیگری یا آشوب نچشیدند. این را به من واگذار تا خود سیاست کنم. جز این، از اخبار شهر نقل است که جناب شریک ابن عبدالله وارد کوفه گشته و در بیت هانی اقامت کرده است. هانی؟ هانی ابن عروه؟
او میباید سن بسیار داشته باشد. هنگام نوجوانی من پسر عروه پیر بود. آری امیر، او پیر و زعیم قبیله مراد است، از بزرگان شهر است، در میان مردم قدر و منزلت فراوان دارد. چندین هزار مرد قبیله مراد همه در التزام رکاب اویند، چندین هزار مرد همه جنگاور و شمشیرزن. میانه او و مسلم ابن عقیل چگونه است؟ هانی پیر است و بیش از 80 سال عمر دارد. گمان نمی برم که به خاطر مسلم موقعیت خیش را به خطر اندازد. به هر حال هزارها مرد جنگی در آستین داشتن نمی تواند برای ما بی خطر باشد. هرچه شما بفرمایید. اگر مطلب دیگری نداری فعلا مرخصی. همچنان مراقبت از اوضاع ادامه بده و از اخبار شهر آگاه هم گردان. اطاعت یعنی. روایت ما از این داستان هنگامی جامع خواهد بود که بدانیم مردم کوفه همه اهل کارزار و شمشیر و نیزه هستند. آنان معمولاً به عنوان شغل دوم خیش به کارهای دیگر می‌پردازند. در شهری چنین مراقبت از اوضاع برای جلوگیری از تجمع قوای مردمی و در نتیجه فراهم آمدن یک قوای نظامی کارآمد امریست صعب و مشکل. با شخصیت‌های داستان همراه می‌شویم تا از چگونگی ماجرا مطلع گردیم. به چه می‌اندیشی؟ امیر می‌داند که من در شام بودم و خبر از وضع کوفه ندارم. من نیز چون شما به کوفه و مردمش غریبه هستم. اما تو از شام میایی و شام مهد حیله و تدبیر است. از هانی چه میدانی؟ امیر خود بهتر میداند. لیکن رأی من این است که امیر از شریک دیدن کند. از شریک دیدن کنم؟ او دوست شماست، مگر او را برای یاری خود به کوفه نیاورده اید. اینک او بیمار است و این گونه که این مردک میگفت در خانه یهانی بستری است. گمان میکنم به ثواب باشد که از شریک عیادت کنید. بد نیست، بهانه خوبی است. دیدار از شریک برای آشنایی با هانی. صلاح نیست امیر در خانه مردی حاضر شوند که هزاران مرد جنگی در رکاب دارد. منظورت چیست؟ ما از حال هانی با خبر نیستیم، او را نمی شناسیم. پسر علی ابن ابی طالب در کوفه دوستدار فراوان دارد. نمی توان این گونه بی تمهید اسیر دست اینان شد. چه می گویی جوان؟ شریک ابن عبدالله از دوستان امیر است و با وی در راه بوده است. اگر دچار بیماری نمیگشت چه بسا اینک از مشاوران و یاران امیر میبود. چگونه ممکن است شریک به خانه کسی برای اقامت وارد شود که محب آل علی باشد و دشمن خلیفه؟ مگر نشنیدی مردک چه میگفت؟ کوفیان مردمی ترسو هستند و سوس انصار. اگر تهدیدشان کنی و به تیر رو بشان دهی، شمشیرهای برکشیده را غلاف میکنن و چون زنها در خانه ها مینشینن. من میدانم چگونه باید با اینان رفتار کرد. هانی هم یکی از اینهاست. نخست زبان دوستی و همراهی، بعد نشان دادن زبانه شمشیر.
مطمئنم که اثر خواهد کرد. اگر یک تهدید، یک ملاقات و یک لبخند بتواند هزاران مرد جنگی هانی را در خدمت ما قرار دهد، چه باک، چه پرهیز، چرا به خانه هانی نروم؟ اکنون که دست قضا دوست من شریک را در خانه او مهمان کرده، چه سبب دارد از فرصتی چنین شایسته طرفی نبندم؟ اما تو نیز راست گفتی. با شتر لنگ به صحرا رفتن خطاست و نمیتوان یک لشکر و سپاه را برای ملاقات از یک پیر مرد بیمار با خود همراه کرد. بنابراین باید نخست از آنچه در خانه هانی میگذرد مطلع گردیم، آنگاه پا در آن خانه بگذاریم. کسب این اطلاع مشامی قوی میخواهد و چشمانی تیز. این چشم ها میتواند، این چشم ها میتواند به هنگام رساندن خبر عیادت امیر از شریک خوب بکاود و تیز ببیند. اطاعت میکنم یا امیر. میدانم هیچ کس را چون تو صلاحیت این وظیفه نیست. به خانه هانی برو و آن گونه که خود میدانی از قصد عیادت من خبردارشان کن. به شریک بگو امیر از دیدارت دل تنگ است و از دوریت درنده. از هانی سخنی به میان نیاور، تنها با شریک دیدار کن، ما بقی را خود میدانی. اطاعت میکنم یا امیر. چشما را باز نگهدار و گوشا را تیز. اگر مسلم ابن عقیل را در چنگ خود نداشته باشیم، با یک شهر رو برویم و این کاریست نه چندان آسان. همیشه در حال کوفتن. آی ما بر فلز میکوبیم، اما شما به خواست خود میکوبید، لیکن ما به فرمان دیگری. با والی جدید چه میکنیم؟ بپرس او با ما چه میکند. گرم نفس است و تونتاز. جسارت دارد بدون ملاحظه. از کوفه بوی خون به مشامم میرسد. ای کاش هنوز هم نومان بر مسند بود. اهل مدارا بود، سر جای نداشت. آره، عثمانی بود، در دل دشمنی با آل علی ابن ابی طالب بسیار داشت، لیکن دستی برای شمشیر کشیدن نداشت. به همین خاطر مجال نیافت. خلیفه جوان انگار دست و دل را با هم میخواهد. آری، سخت است با هر کس که از راه میرسد یک دل و همدست شدن. باید تلاش بسیار کرد. اجرت را بعدن میآورم. زحمتی نبود که حاجت اجرت باشد. هدیه باشد به رسم دوستی قدیم. شهری که بوی خون میدهد دوستی های قدیم را به خاطر نمی آورد. یعنی همرنگی با والی جدید؟ تا
تلاش برای همرنگی با والی جدید. مردم خود مهربان است، همان گونه که پدر با فرزندان. چگونه میتوان پدری را به تصور درآورد که محبت فرزندان خیش را در دل جای نداده باشد؟ چگونه میتوان پدری را نشان کرد که سرانجام پسندیده و نیکو را برای فرزندان خود طلب نکند؟ اما افسوس که این محبت و مهربانی پدر همواره با اطاعت و رضایت فرزند همراه نمی گردد. چه بسیار فرزندانی که سر از مهر پدر بر می تابند و دل از سپاس گفتن و اطاعت کردن بر می تابند. شما خود بگویید، آنگاه پدر را کدام راه و چاره در پیش است؟ آیا میتوان نشست تا فرزند ناسپاس حد را از اطاعت نکردن هم بگذراند و جرأت کند بر چهره پدر سیلی بزند؟ بدانید ای مردم کوفه، من نیز برایتان همچون پدری هستم مهربان. پس هر کس که سپاس بگوید و فرمان برد شایسته محبت من، و هر کدام ناسپاسی پیشه کند سزاوار تازیانه من خواهد. خلیفه یزید ابن معاویه مرا والی شهر شما کرده است و جان و مال شما را به من سپرده. او مرا فرمان داده است با نیکان نیکی و با ظالمان تندی کند. من نیز فرمان او را مجری خواهم. در یک دست نوازش و در دست دیگر شمشیر را برای شما به ارمغان آوردم. به تحفه نوازش و مهربانی خود میخوانمتان، همان گونه که از فرود آمدن شمشیرم حراستان میدم. نصیحت میکنم جوانان شما را که از افسون ساحران برحذر باشند. مبادا خامی و اندیشه باطل هوای ناسپاسی را نسبت به خلیفه جوان در سرهای آنها پروبال دهد. پسر زیاد به کوفه آمده است تا شما را از انحراف باز دارد و به انقیاد بخواند. پسر زیاد به شبانی میماند که نجات جان گوسفندان مرهون بیداری و قوت بازوی اوست. مبادا چوب دست پیکاندار این شبان بر دهان گرگوار شما فرود آید که آن روز برای توبه بسیار دیر خواهد. خوی گرگی از خود برانید.
گوسفندی باشید در میان رمه سرگرم چرای خود، که اگر جز این باشد سگان گله برای دریدن پوست و جویدن گوشت تنهاتان دندان تیز میکنند. اینک این شما، این بوی و این میدان. میبینی ابا عامر؟ هنوز چشمانم اندک سوی داره، میتوانم بعضی چیزها را ببینم. شرم نمی کنم. شرم؟ آره شرم. شرم از چه؟ شرم از اینکه مردم با آنان نیستند، آنها را نمیخواهند. نامه به سوی دیگری فرستادند. جان مال هستی تمام وجود. آرامتر جانم، تند میتازی. از چه کسی باید پرهیز کنیم؟ از این مردم که خودشان دست بیعت با پسر پیغمبر دراز کردند، یا از اینان که 4 روزی بیشتر به پایان عمر حکومتشان نمانده؟ حرفهایی میزنی؟ بیهوده که نمیگویم. بیهوده که نمیگویی، اما باطل میاندیشی. باطل؟ خوب به این مردم نگاه کن، ببین اون چرا که به این مردم نسبت میدهی در اونها خبری میبینی؟ شب خوبی رو خواهیم داشت بلان. این مردم میخواهند 4 روز دیگر علیه حکومت قیام کنند. امام در راه است، تا چند روز دیگر به کوفه خواهد رسید. آنگاه خواهی دید که مردم چه می کنند. آنگاه می بینی که شمشیرها چگونه از غلاف بیرون می آید و فرق این جابران را هدف بگیرد. تو هنوز جوانی نیم، هنوز مردم را نمی شناسی. هیچ می دانی مسلم ابن عقیل اکنون در کجاست؟ ها؟ مسلم ابن عقیل؟ آری، پس چرا نشانی از او نیست؟ پس چرا مخفی و پنهان است؟ چرا هیچ کس خبری از او ندارد؟ این لازم است، بیهوده نمیتوان خود را به هلاکت انداخت. آنها در حال تهیه سلاح هستند، آنها منتظرند تا حسین ابن علی قدم در شهر بگذارد تا از خانه ها و زیرخانه ها بیرون بریزند و بساط ظلم اینها را از هم بپاشند. بدون سلاح که نمی شود جنگید. کدام خانه؟ کدام سلاح؟ انگار فراموش کرده ای که همین مردم تا 2 روز پیش چه ها می کردند، چه انجمنها داشتند، چه حرفا می زدند و چه نامه ها که نمی نوشتند. پس چه شد؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ جز این که پسر زیاد چنان بر آنان سخت گرفت و آنان را بر جان و مالشان ترسان که دیگر کسی تاب لب گشودن ندارد؟ برخیز جوان، برخیز دنباله کار خویش از سر گیر، اینقدر هم دم از پسر پیغمبر نزن. از آسمانی که ابری نیست طمع باران داشتن خطاست.
اما بالاخره کاری باید کرد. پسر پیغمبر در راه است، مگر ما خود او را به کوفه نخواندیم؟ پسر پیغمبرش را خداوند خود یاری میدهد. من و تو جوان که در کار خیش مانده ایم، چه میتوانیم برای حسین ابن علی بکنیم؟ لقمه نان اگر بی منت کس به رزق حلال نصیب ما شد، کار خود کرده ایم، به دیگرانم کاری نداریم. همین لقمه نان را که میگویی، چه کسی بر ما حلال کرد غیر از خدا و رسول؟ مگر همان پیغمبری که حلال و حرام را به ما آموخت نفرمود که اجر رسالت من دوستی اهل بیت من است؟ اینک تو میگویی ما را با پسر پیغمبر چه کار؟ لقمنانی اگر به حلال به دست آوریم کار خود کرده ایم؟ کدام حلال؟ انگار فراموش کرده ای که به چه منظور اینجایی. نکنه سختی کار تو را به این فکر آبا داشته. جوانک، تشکیل آله خرج دارد، باید زحمت کشید و کار کرد تا لقمنانی برای خود و خانواده خود فراهم کرد. به دستای خود نگاه کن، ببین چه در اختیار داری. با کدام مایه قدم به خواستگاری دختر من برداشتی؟ مگر نگفتم تا به خوبی کار نیاموزی و اهل این پیشه نگردی بازواز شما موافقت نمی کنم؟ اکنون با این سر و صدای دو روزه یک سر زندگی و عیال و من و حرفت را پاک فراموش کرده ای؟ و مثلا مرد جنگی شده ای؟ برخیز جوان، برخیز، قطرم دم از پسر پیغمبر نزن. هرچه باشد او پسر پیغمبر است، اما تو چه؟ آیا چیزی جز پسر یک گوسفند چرار هستی؟ امروز تو بیشتر از اون یاد بیاری داری. پس آن همه دعوت و اعلام وفاداری با حسین ابن علی چه می شود؟ انسان گاه میمانی را به خانهش می خواند، لیکن بعد متوجه می شود که نمی تواند پذیرایش باشد. پسرموی حسین ابن علی اکنون در کوفه است. او می تواند به امام خبر برساند که مردم کوفه از دعوت خود برگشتند. اگر بازگمار آمدن داشت، جایگاه قدمش بر دیدگاه، اما توقع شمشیر زدن و در افتادن با پسر زیاد را از ما نداشته باشد. اما مسلم ابن عقیل نیز گرفتار است. تمام راه ها را بستند. هیچ آمد رفتی از دید آنان مخفی نمی ماند. ماموران همه جا به مراقبت مشغولند. چگونه مسلم ابن عقیل میتواند اوضاع کوفه را برای پسرمویش بازگو کند؟ هنوز نشسته ای جوان؟ مگر نگفتم بخیز و به کار خود مشغول باش؟ آخی به گمان من اگر انسان کسی را به خانهش مهمان کرد، تو چه گفتی؟ هیچ. هر طور که باشد مسلم ابن عقیل را می‌یابم. هرچه پیش آید اهمیتی ندارد. مسلم ابن عقیل به من پناه آورد. او به خانه من پناهنده شد و امان خواست. چه می توانستم کرد؟
مگر میتوان کسی را که به خانه‌ات پناه میآورد و تو را به مروت میخواند از در راند؟ اینک مسلم ابن عقیل در خانه من است، او بر من مهمان است، خانه من خانه اوست و من تا پای جان از مهمان خود مراقبت خواهم کرد. بزرگ مهمانی در خانه داری هانی، شرط میزبانی خاندان رسول خدا را نیکو به جای آور. ای شریک ابن عبدالله، امیر نیت ایادت از تو را دارد. او از خبر ورود تو به کوفه شادمان گشته و دلتنگ دیدار توست. چه میتوان کرد؟ از بد حادثه تو اینک در بستر هستی و نمیتوانی با حضورت در دارالاماره قلب امیر را شاد کنی. بناگزیر امیر خود برای دیدن تو قدم رنجه خواهند کرد. مسلم ابن عقیل در خانه من است، من میزبان اویم. بر من و بر او گران خواهد بود اگر از سرسپردگان و حکومت کسی بداند که او مهمان من است. امیر خود برای ایادت است و ای شریف ابن عبدالله بدین جا می آید. آمدن عبیدالله به خانه تو هانی نیکو فرصتی خواهد بود. دشمن با پای خود قدم در دام می گذارد و من در این میان هانی برای تو همچون دانه ای هستم که سید را به سوی خود می خواند. آمدن عبیدالله به خانه من، وای بر من، با مسلم ابن عقیل چه کنم؟ من قاصدی بیش نیستم، اما ای شریک، امید آن است که به شایستگی امیر را پذیرا گردی، آنگونه که در شأن نماینده خلیفه و امیر کوفه باشد. من در نزد عبیدالله ارج و اعتبار دارم. او برای ایادت از من لشکریان به همراه نخواهد آورد. هانی، برای تو و برای مسلم ابن عقیل فرصتی این چنین ارزنده هرگز رخ نخواهد نمود. نجات ما، نجات مسلم ابن عقیل و نجات شیعیان تنها در کشتن این فاجر است. کشتن عبیدالله هنگام عیادت از تو؟ امیر این ایام را به فرونشاندن آشوب کوفه سرگرم است. او به یاران و همدستانی چون تو نیازمند است. دوستی و رایزنی با پیران و اهل تجربه در لحظاتی چنین به کار می آید. عبیدالله همه جا در پی مسلم ابن عقیل است. من این فاجر را می شناسم. او نیز چون پدرش صفاک و خونریز است، به صغیر و کبیر رحم نخواهد آورد تا به مسلم دست یابد. دست یافتن به مسلم ابن عقیل جز به گذشتن از جنازه من و شیر مردان قبیله مراد ممکن نیست. مهمان به دشمن دادن عزیز زبونی و پستی است. اگر عبیدالله از میان برداشته شود، هیچ کس را در کوفه یارای مقاومت در برابر شما نیست. اما تا او رمق در بدن دارد، به هیچ امیدی نمیتوان دل خوش داشت. کشتن عبیدالله هنگام عیادت از تو؟